یه روز یه گاوه مریض شد و دراز کشید رو زمین. کشاورز رفت دامپزشک آورد. دامپزشک گفت اگه تا 3 روز نتونه رو پاش واسه بکشیدش. گوسفند گوش واسده بود و شنید، رفت به گاوه گفت بلند شو، ولی گاوه تکون نخورد. فرداش دوباره گوسفند بود و بود و رفت پیش گاوه گفت بلند شو واسه، بازم گاوه هر کاری کرد نتونست واسه. روز سوم دوباره گوسفند رفت گفت دیگه باید پاشی. دامپزشک گفته اگه امروز هم پا نشد باید بکشینش. گاوه با هزار بدبختی پاشد رو پاش واساد. فردا صبحش که کشاورز رفت تو طویله، سرزد دید گاوه پاشده واساده، خوشحال شده ذوق کرد و گفت جشن میگیریم، گوسفند رو قربونی کنید. نتیجه استراتژیکی، خودتون رو نخود هر آشی نکنی، قربونی میشینا. نه خیرهای دکتر، یه نتیجه ساده تر هم میشه گرفت، به هیچ گاوی کمک نکنی. آتیش کن بری تا به عصبانی نشدم. سوالاتو بکنم دکتر، در مورد سلفی حقارت با فدریکا موگیرینی. ولش کن بابا، به امور شخصی آقایون چه کار داری تو؟ باشه بسه. من به اینکه نماینده از سرکول هم بالا میرفتن که باش عکس بگیرن کار ندارم. به اون نماینده مشنگی هم که رومیز ولو شد و قل خورد افتاد جلو پای موگیرینی، به اونم کار نداشته. به اینکه اقتدار قیمه قیمه نظامو با آبروی مقام عظما ریختن تو جوب، کاری ندارم. به اینم کار نداشته باش که طرح دو فوریتی برجامو به خاطر تعطیلات وسط زمین و هوا ول کردن، ولی برای سلفی گرفتن با موگیرینی خود شون رسوندن. باشه به اینا کاری ندارم، ولی آخه این طرف رئیس کمیسیون برجامه، دو کلوم نمیتونستن بهش بگن روح برجام کجا رفته؟ کاش به جای چپیه موگیرینی برای چپیه مقام عظما غش و زهر برن و سلفی بگیرن. آی دکتر بس دیگه، تا الان به نظر میرسه که پلاتین چسبوندیم. البته بازی مساوی شد، همش هم ما نخوردیم، برای موگیرینی هم آورو نذاشتیم، الان به اونم یه چیزایی میگن تو همین مایه ها. خفت و خاری آی دکتر که سر برجام کشیدیم خیلی زیاد بود. اون نامردی که این نون رو انداخت تو سفره نظام کی بود که برجام پاره هم بشه نقض نمیشه؟ خب به پا گرگیر تا نمال این طرف اون طرف. بعضی بسیجی هم اولش همینطوری داغ و آتشی بودن تا فهمیدن که خود عظما پشت قضیه بوده، اون وقت قیافه ها چون شده این دوزاری چکش خورده. من اون عبوی همیشه میفرمودن به زامه ها دو عرض کردم بله، میفرمودن آرایشگره با توپ پر به مشتری پولدارش گفتش که وا تو قبلا کجا زدی؟ بر تیکه عوضی گلاب زده به کلت. مشتری گفت خودم زدم. آرشکره خودشو جمع جون کرد گفت البته سبک خاص خودشو داره. روشن شد یا سبک خاص عظما رو دستت بدم تا ببینی چجوریه؟ دکتر آخه این مجلس میخواد با مادر تحریم مقابله کنه یا اون وزارت خارجه که حسن قش فرستاده عکاس شده تو مجلس؟ قشبابی رو میگی معاون وزیر خارجه؟ خود حاجی روحانی هم که یه جمله گفت از کل سلفی ها ذلت بارتر، گفت روزگار رونمایی مادر تحریما نیست، بیایید از مادر مذاکرات رونمایی کنیم. آخه این همه رفت سفر خارجی یاد نگرفت اینطوری ندید بدید بازی در نگره؟ آی دکتر نه دیگه، پسره به مادرش گفت این همه برنامه آشپزی واسه چی میبینی؟ نه آشپزیت خوب شده نه چیزی یاد گرفتی این وسط. مادره گفت مثلا خودت که این همه فوتبال میبینی کنار مسی قوقا میکنی. هیچی، پسره همچی قانع شد که 4 گوشه تلویزیون رو بوسید، فوتبال رو گذاشت کنار کلا. خیلی ممنون دکتر، بحثتون خیلی روشنگر. تو لازم نکرده به بحث من نمره بدی این وسط. آیا دکتر هر وقت یه حرف خوبی میزنین پشتش دوباره نیش میزنین؟ به خاطر اینکه مرحوم عبوی همیشه میفرمودن الگو تو زندگی خیار باشه، بعد از هر خوبی که کردی یه تلخی هم بکن که طرف پررو نشه. ولی الگوی من قرمه سبزی هم هست، یعنی همیشه میخوام بوی حضورم همه جا رو پر کنه. آقای تو قبل از اینکه بوی سوختنی بلند شه برگردیم به بحث مادر تحریما. فعلا که مادر تحریما روز به روز گردن کلفتر میشه، بانکای چین هم دیگه تحریممون کردن. چین که از سنگ پای قزوین تا سوهان و قم تا چاقوی زنجان رو از اونجا وارد میکنه، من نارو زدم. بله این همه نفت و گاز گرفت نامرد، پولش نداده گفت تحریم. آخ گفتی تحریم، بحث با یک انتقاد سنگین و بنیانکن به استراتژیستی ادامه میدم که جلو چشمش اصلا از خودش سوال کردم که چرا مقام عظما لالمونی گرفته و لام تکام صحبت نمیکنه، ولی این استراتژیست با پشت دست محکم نزد توی دهن من، این زبون منو
قیچی نکرد. چرا؟ بعد اون عزمای بدبخت زیر همین فشارا اومد حرف زد، چشمتون روز بعد نبینه، کاش لال میشد تا آخر عمرش حرف نمیزد. ایشی بابا خونه تو کسی نکن، چیزی نشده که، یه غلط کردم گفته و گفته برین دنبال تعامل با شیطان بزرگ. پس چی شد اون تا 1000 کیلومتری قرق میکنیم آمریکا پایگاهشو جمع کنه؟ اینا چی شد؟ چی شد اون اتهام خطاب بسیجی خر کن؟ همینطوری فس اگه باد کنکم بویه پاکی میکرد. کجای عزما؟ ایشی بابا تو باید کم کم عادت بکنی، از این چیزا زیاد قراره بشنوی. آره چرا؟ چرا یه دکتر یه راهنمایی بکنین بهش که یه کار بهتر بکنه؟ الان دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد. مرحوم ابوی همیشه میفهمونده بزن با هادو عرض کردم. بله میفهمونده که مشنگه سوار ماشین رفیقش شد، طرف پاشو گذاشت رو گاز سرعت 100، به مشنگه گفت ترسیدی؟ گفت نه. 150 ترسیدی؟ گفت نه. 180 نزدیک پیچ جاده هم بودن. گفت ترسیدی؟ مشنگه گفت آره نگه دار ترسیدم. چند وقت بعد مشنگه رفیقشو سوار ماشین خودش کرد، اومد تلافی بکنه، پارو گذاشت رو گاز 100 150 160 رو به صخره مستقیم. رفیقه دید این داره همینطوری گاز میده، گفت ببین ترسیدم، بیخیال شو. مشنگه گفت غلط کردی، الان دیگه سکته هم بکنی فایده نداره، ترمز ماشین بریده، جفتمون کارمون ساخته است. روشن شد یا برین تو صخره با هم دیگه. آیه دکتر، برای پایان دادن به این برنامه یک طرح ابتکار ویژه دارم که با صلح و صفا برنامه رو تموم کنیم. اگه خدایی نکرده دلخوری هم بین ما پیش میاد، مال تو خونه است، دعوای بیرون که نیست. اختلافات ما که از اختلافات نظام با اینایی که ما رو تحریم کردن نباید بیشتر باشه. چطور اونا نماینده های مجلس غش و ضعف میرن برای سلفی گرفتن با رئیس کمیسیون مشترک برجام، ما نتونیم یه سلفی شیک و مجلسی پایان بخش این برنامه باشه؟ های دکتر صاحب کبیرم ناکس، خجالت بکش، تو خودتو با 4 تا نماینده ازگل ولو رو میز مقایسه میکنی، نمیخواد این کارو بکنی، تو خودت میدونی هر کاری میخوای بکنی، ولی من یکی رو با اون که اومده هم روسری هم تو سجیل ثابت بکنه مقایسه نکنه، ما آبرو داریم برای خودمون. ببین چه حرفای پشت سرش میزنن، عبرت بگی، خجالت بکش. آیه دکتر من گفتم یه کار خصوصی خودم و خودت بکنم، چه کار به مگیرینی رو برو برم این عکسای اونا اگه فردا بره اصلا رو اعصاب من را میره. آیه دکتر اصلا چیزی خیلی بولند منو